سوزان تیلور یک رزاکار اهل شهر بفالای نیویورک می گوید که وخامت وضعیت صحی جمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای او جای شگفتی ندارد اما اعلام این که او وارد دریافت مراقبت صحی لحظات آخر عمر در خانه شده است خبر تکان دهنده است باید اعتراف کنم که مهنگام صبحانه گریستم این خبر یک مقدار برایم جنبه هشدار داشت که ما او را از دست خواهیم داد. تیلور بین سال 2006 تا سال 2019 در میان صدها رضاکاری بود که در کنار کارتر و همسرش روزالین در پروژه کاری نهاد زیستگاه برای انسانیت مشغول کار بود او برای فراهم کردن خانه برای نیازمندان در سراسر جهان کار می کرد. So people, really... مردم زیاده هستند که واقعا قدردان او هستند او چونین تأثیر گذار بوده است و بستن این فصل زندگی برای بسیاری سخت خواهد بود because... این خبر بسیار ناراحت کننده است به خاطر که او یک زندگی هموسی امریکایی را رهبری کرده است جاناتان آلتر پنج سال را برای نوشتن زندگی نامه جیمی کارتر تحت عنوان بهترین کارهای او صرف کرده است که طی این مدت اجازه یافته بود قبل از وخیم شدن وضعیت صحی رئیس جمهور پیشین با او مصاحبه کند. وقتی شما شرح زندگی او را می نویسید او در زندگی برنده است. 98 سال طولانی ترین عمر که یک رئیس جمهور امریکا داشته است. نزدیک به 77 سال متحل بود. بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1980 آلتر باور دارد که شهرت فزاینده کارتر از طریق رضاکاری او با کار در نهاد زیستگاه برای انسانیت مساعی او برای ترویج صلح و مبارزه با بیماری های نادیده گرفته شده استوایی از طریق برنامه های مرکز کارتر و به حیث صدای یک سیاست مدار با تجربه و سیاستدان دان کهنکار حاصل شد. کارتر <applause> مردی است که با اینکه مشغول کار بود و درباره رفای نهایی در سالهای قبل از رئیس جمهور شدنش فکر میکرد اکثر اوقات عمرش را صرف فکر کردن درباره این بود که چطور میتواند برای بهبود زندگی مردم دیگر کار انجام دهد و این کار هنوز هم به طور استثنایی کم نظیر است محبوبیت کارتر همچنین هنگام سفرهایش در کشور برای امضا دادن و تبلیغ دهها کتابی که او نوشته بود و با میزبانی یک جمعیت از مردم در کلیسای کوچکش در شهر پلینز ایالت جورجیا طی دروس روزهای یکشنبه افزایش یافت یک روز با خبر وخامت وضعیت صحی کارتر و رسیدن او به های صحی در خانهاش کم فولر خواهرزادهاش یک گرد همایی دعا را رهبری کرد ما در تمام زندگیم به این وقت فکر می کنم و به زندگی کسانی که ما او را بسیار زیاد دوست داریم کسانی که امروز را سپری می و این روزها گذشته نیست شاید اگر ما درباره او فکر کنیم شاید حالا وقت آن رسیده که این مسئولیت به کسی دیگه واگذار گردد چه کسی این مسئولیت را میپذیرد من چیز نمیدانم به خاطر که این مسئولیت واقعا خیر بزرگ خواهد بود روزالین و جیمی هر دو با ما هستند و میربان هستند و مردم واقعا احساس میکنند که او را میشناسند به همین دلیل تیلور باور دارد که خبر به خامت وضعیت صحی کارتر برای بسیاری ها زیاد سختتر است. فکر می کنم دستیافتنی بودن و پیوند را با بسیاری امریکاییان ایجاد کرده که اکثر رؤسای جمهور ندارند. محمد احمدی، تلویزیون در واشنگتن.